نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آماده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. منابع در کمیسیون انتخابات می گویند که نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آماده است. اما ناتوانی کارمندان این کمیسیون در بازشماری آرای 7 ولایت سبب شده تا زمان اعلام نتایج مبهم باقی بماند. با گزارش از خبرگزاری افق، عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون انتخابات به خبرگزاری افق گفت که نتایج دور ابتدایی آماده است، ولی مشکلات موجود باعث شده تا نتایج اعلام نشود. با گفته آقای ابراهیمی این مشکلات به دارالانشا فرستاده شده و پس از حل آن کمیسیون انتخابات در این مورد تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود که نتایج ابتدایی روز چهارشنبه 20 قوس اعلام خواهد شد. با این وجود نامزدان معترض درباره اعلام نتایج هشدار داده و تهدید کردند که در قبال این اقدام بی تفاوت نخواهد ماند. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری افق، شورای نامزدان اعلام نتایج بحرانزا خواهد بود. اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که تصامیم کمیسیون انتخابات نزد این شورا مشروعیت ندارد و انتخابات از مسیر اصلیش خارج شده است. از دید این شورا در صورت اعلام نتایج بروز بحران حتمی است. اعضای این شورا امروز چهارشنبه 20 قوس در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که اگر کمیسیون انتخابات نتواند آرای سیاه را از آرای سفید جدا کند، اعلام نتایج انتخابات بحرانزا خواهد شد. احمد ولی مسعود عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت اگر کمیسیون نتایج انتخابات را اعلام کند، در واقع نتایج را اعلام نمی کند، بلکه بسته بحران را اعلام می کند. شهاب حکیمی عضو دیگر این شورا هم گفت تا زمانی که آرای تقلبی از سیستم بیرون نشود، اعلام نتایج تقلبی مورد قبول شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. این در حالی است که مسئولان کمیسیون انتخابات روز گذشته اعلام کردند که امروز چهارشنبه درباره اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرند. یک کمیشنر ارشد این کمیسیون هم از اعلان نتایج قسمی انتخابات سخن گفته است. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری سپوتنیک، تیم دکتر عبدالله بدون رسیدگی به خواست معترضین اعلام نتایج ابتدایی برای ما قابل قبول نیست. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که اگر کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را بدون رسیدگی به خواست تیم‌های معترض اعلام کند، برای ما قابل قبول نبوده و آن را نمی‌پذیریم. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه‌ها، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در یک اعلامیه گفته است در صورت که کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را بدون رسیدگی به خواستهای قانونی تیمهای انتخاباتی اعلام کند، اعلان کمیسیون برای ما قابل قبول نبوده و در برابر آن بی تفاوت نخواهیم ماند. قبلا کمیسیون انتخابات روز یکشنبه 17 قوس نشست معلوماتی را با حضور حدود 70 نماینده از دسته های انتخاباتی، ناظران و نهادهای دخیل در انتخابات برگزار کرده تا به گفته این کمیسیون برای چالش های پیش آمده در روند انتخابات رای حل پیدا شود. اما در نشست اسدالله سعادتی معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، کمیسیون انتخابات را متهم به فریب کاری کرده و عمدن نمی خواهد نشست به نتیجه برسد. شما تصمیم گرفته اید که نشست امروز به نتیجه نرسد. شما این تصمیم را گرفته اید.
وی همچنان ادعا کرد که نمایندگان احزابی که در این نشست حضور دارند به گونه سلیقه‌ای از سوی کمیسیون انتخابات گزینش شدند. مهمترین خواست تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و از نامزدان پیشتاز انتخابات که مخالفان اصلی روند بازشماری آرا هستند، باطل شدن 300 هزار رای که به باور آنها نامعتبر است می باشد. پیش از این دلایل کمیسیون برای معتبر دانستن این آرای جنجالی معترضان را قانع نساخت و این نشست پس از ترک اعضای تیم ثبات و همگرایی بی نتیجه پایان یافت. و همچنان به گزارش دیگر از سایت خبری سپوتنیک، ثبات و همگرایی تحت این شرایط نمی گذاریم حکومت مبتنی بر تقلب تشکیل شود. تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله می گویند که برای برگشتاندن کمیسیون به قانونیت از هر گزینه استفاده می کنند و نمی گذارند که حکومت مبتنی بر تقلب در کشور روی کار آید. آقای معنوی با بیان این که دیگر ممکن نیست آرای تقلبی داخل سیستم شود و شمار شود، ما تحت هر شرایطی که شده اعضای کمیسیون انتخابات را مجبور می سازیم تا آرای تقلبی را از سیستم بیرون کند. وی بیان داشت، ما از خواست قانونی خیش از که باطل شدن آرای تقلبی است برگشت نداریم. اگر هر اتفاق پیش بیاید، مسئولیتش به دوش کمیسیون انتخابات و جناهایی که از تقلب حمایت می کنند می باشد. این عضو تیم ثبات و همگرایی افزود، مردم به تقلب نگفتند و ما هم با حمایت مردم تحت هیچ شرایطی نمی گذاریم که مثل سال 2014 حاکمیت مبتنی بر تقلب تشکیل شده و وضعیت مردم ما را هر روز به سوی بدبختی سوق دهد. وی بیان داشت، اگر کمیسیون انتخابات به قانونیت بر نگردد و خودسرانه خلاف قانون عمل نماید و به صدای مردم که در سراسر افغانستان بلند شده است گوش ندهد، قضیه سختتر و دشوارتر خواهد شد که در این صورت هیچ کس آن را حل کرده نخواهد دانست. این عضو تیم ثبات و همگرایی گفت، امیدواریم که کمیسیون انتخابات از فرصتهایی که در دست دارند به قانونیت تمکین کرده و اشتباهات خیش را دیگر تکرار نکنند. حدود یک ماه قبل کمیسیون انتخابات روند بازشماری بخشی از آرا را در سراسر کشور آغاز کرد که با مخالفت برخی تکت‌های انتخاباتی مواجه شد و تا هنوز این روند در 7 ولایت به دلیل اعتراضات مردم تکمیل نشده است. روز گذشته کمیسیون انتخابات نشستی را به منظور حل بحران پیش آمده انتخاباتی با نمایندگان ستادهای انتخاباتی در حضور احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، جامعه مدنی، سفرا و همکاران بین المللی در مقر این نهاد برگزار کرد که بدون نتیجه پایان یافت. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری افق، سفیر ژاپن پروژه های ناتمام ناکامو را تکمیل می شود. مستوجی سوزوکا سفیر ژاپن در کابل گفته است که کشورش پروژه های ناتمام تیستو ناکامو را امدادگر و پزشک ژاپنی که اخیراً در جلال آباد ترور شد را تکمیل می کند. در اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی آمده است که سفیر ژاپن روز سه شنبه 19 قوس در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی بر تکمیل پروژه های ناتمام تست و ناکومو را تاکید کرده است. عبدالله محب مشاور شورای امنیت ملی نیز کشته شدن آقای ناکومورا را ضایعه بزرگی برای حکومت و مردم افغانستان عنوان کرده و افزوده است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
عاملان قتل ناکامورا را دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد. تستو ناکامورا، دکتر و امدادگر ژاپنی، صبح روز چهارشنبه 14 قوس بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد کشته شد. در این رویداد 5 تن از شهروندان افغانستان که همکاران و محافظان آقای ناکامورا بودند نیز کشته شدند. دکتر ناکامورا ده‌ها سال از عمر خود را صرف بازسازی، ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای و دسترسی مردم افغانستان به خدمات درمانی کرد. مرگ او را واکنش‌های وسیع مردم افغانستان را برانگیخت. پیکر آقای ناکامورا توسط بستگانش به ژاپن منتقل شد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.